افغانستان کې مذاهب نشته. یو مذهب دی د امام ابو حنیفه رحمه الله، ټول افغانان به یو مذهب وایي. نو چې په دې مذهب روان دي، کافران چې تر اوسه په شاه شوی نه وي، چې هلته د جهاد سره کول شو، ټول افغانستان به پسې راشي، بس د کافرانو کمبله جوړ شي. وزیر تحصیلات عالی طالبان: تمام مردم افغانستان پیرو مذهب حنفی اند. وزیر تحصیلات عالی طالبان ادعا کرد که در افغانستان مذاهب وجود ندارد و تمام افغانها پیرو مذهب حنفی اند. ندا محمد ندیم افزود که علت کامیابی افغانها در این است که در افغانستان تنها یک مذهب وجود دارد و آن هم مذهب ابو حنیفه است. وزیر تحصیلات عالی طالبان این اظهارات را در دانشگاه سید جمال‌الدین افغان در کنر بیان کرده است. ضیاءالله هاشمی، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی طالبان، روز یکشنبه 26 قوس بخش‌هایی از ویدیوی سخنرانی ندا محمد ندیم را منتشر کرده است. آقای ندیم همچنان احزاب و گروه‌ها را عامل بدبختی افغانستان خوانده است. این مقام طالبان در حالی ادعای تک مذهبی بودن افغانستان را می کند که بخش قابل ملاحظه‌ای از شهروندان این کشور از مذهب شیعه پیروی می کنند. روحانیون و شماری از پیروان اهل تشیع در افغانستان طالبان را در 2 سال گذشته بارها به نقض حقوق آنها متهم کردند. حکومت طالبان سیاست ها و عمل کردش را بر اساس تفسیر خاص خود از مذهب حنفی تنظیم می کند و در برخی مناسبات مذهبی شیعیان محدودهایی نیز وضع کرده است. مجمع آسیایی برای حقوق بشر و توسعه در ماه اسد امسال در بیانیه این نوشت: طالبان آزادی مذهبی و عقیده شیعیان و هزاره ها را ممنوع کردند. مقام های طالبان هرچند ادعا می کنند که رژیم این گروه به تمام مذاهب در افغانستان احترام می گذارد، اما منتقدان این گروه باور دارند که مؤلفه اساسی ایدولوژی این گروه بر ضد مذاهب غیر سنی و به ویژه شیعیان است. یکی از مقام های طالبان در بخشی از کتاب خود شیعیان را فرقه تکفیری و در طول تاریخ همدست کفار توصیف کرده است. وزارت تحصیلات عالی طالبان هم پارسال درخواست شورای علمای شیعه مبنی بر شمولیت فقه جعفری در نصاب دانشگاه ها را رد کرد. این وزارت با رد این درخواست در مصوبه نوشت که یک نظام واحد نیازمند نصاب و قانون واحد می باشد.